همراه میشیم با محسن مهیمنی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دوبلین. آقای مهیمنی، خب تناقض‌ها چند تاشون رو بهش اشاره کردیم، اما اگه موارد دیگه هست ممنون میشم شما هم بگید. خب همونجوری که اشاره کردید، تناقض‌ها در شهادتنامه یا اظهاراتی هست که از همکار در واقع فردی که کشته شده در شیراز گرفته شده یا از خانواده یا اهالی محل. در چندین مورد این تناقضات به صورت آشکار قابل رؤیته که حساب 1500 تصویر فعالان حقوق بشر اینا رو در سن یک سالگی الان دارن بهش اشاره میکنن، پاسخ هم بهش داده نشده. یکی از موارد اینه که میگن موتورسیکلتی که نوید افکاری و وحید ازش استفاده کردن، در شهادتنامه اول یک شماره پلاکی از موتورسیکلت داده شد، بعدن مشخص شد این موتورسیکلت اصلا مربوط در واقع متعلق به نوید افکاری نبوده، مربوط به فرد دیگه به اسم امیررضا بوده که در کارگاهش کارگران از اون استفاده میکنن و کارگری به اسم سجاد ازش استفاده کرده در اون زمان قتل که بعدن ناپدید شده چند روز و اصلا در پرونده این فرد احضار نشد و مورد بازجویی هم قرار نگرفت. پس این یک تناقض. تناقض دوم این که درباره شیوه قتل خانواده، جوری که در واقع خانواده مقتول اشاره کردن، این بوده که بر اساس شهادت ها فرد قاتل یا ضارب از موتور پیاده شده و ضربه رو وارد کرده به اون کارمند سازمان آب منطقه‌ای، ولی در واقع اعترافی که منتسب کردن به نوید افکاری، متنی که منتسب کردن به نوید افکاری اینطور اشاره شده که نوید گفته که من اصلا از موتور پیاده نشدم هنگام وارد کردن ضربه، و بعداً هم خود نوید افکاری گفت که این اعترافات رو تحت فشار و برای اینکه خانواده‌اش رو نجات بده پذیرفته بود، و بعداً اشاره کرد که من اصلا این فردی که کشته شده رو نمی‌شناختم. حالا برای یادآوری اینو اشاره بکنیم که این فرد کارمند حراست آب منطقه‌ای و یک مأمور امنیتی بوده. نکته بعدی در واقع یکی از اظهاراتی است که همکار این فرد کشته شده اشاره کرده بود بهش، فردی به اسم محمد هادی غزنویان، که در واقع میگفت که من در یک اظهارنامه اشاره کرد که من همکارم رو یک ساعت قبل از درگیری و قتل به منزلش رسوندم در از طریق خودروی شخصی، و بعد در اظهارات دیگه اشاره کرده که من با موتورسیکلت همکارم رو به خونه رسوندم، و زمانی هم که اشاره کرده مربوط به چند دقیقه قبل از قتل بوده. این هم از نظر زمانی و اینکه چطور اون فرد به خونش رسیده باز هم در واقع تناقض وجود داشته. این آقای غزنویان به عنوان آخرین فردی اشاره شده که همراه مقتول بوده قبل از در واقع صحنه درگیری. حالا چرا با همه این ابهامات آقای مهیمنی، با همه این ابهامات بدون تشریفات قانونی نوید اعدام شد و برادرانش هم که الان در انفرادی هستن؟ خب جمهوری اسلامی در امواج اخیر اعتراضات سراسری که هم در واقع در داخل تحت فشار بوده، هم فشارهای حقوق بشری و تحریم‌های در واقع بین‌المللی بوده، من به نظرم می‌خواسته با اجرای چند حکم اعدام در داخل حداقل یک کمی از این بار فشار رو کم بکنه از طریق در واقع انتشار ترس و رعب، و این حکم نوید افکاری هم یکی از اونها بوده. خب ما احکام دیگه هم داشتیم، احکام رولا زن بوده یا احکام اعدام دیگه که برای متولدین دهه 70 صادر شده، خود نوید افکاری هم یکی از این افراد بوده، و الان هم هنوز ده ها نفر دیگه یا صدها نفر حتی میشه گفت اشاره کرد که محکوم شدن و در آستانه محکوم شدن هستند. من به نظرم این عجولانه غیر مبهم و غیر شفاف اجرا شدن این حکم در واقع پیامی بوده که یا سیگنالی بوده که حکومت خواسته به مردم بده از اعتراضات بعدی جلوگیری بکنه، که حالا نشون داده شده که موفق هم نبوده با سیر اعتراضات جدید در ایران. ممنونم از شما محسن مهیمنی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دوبلین.